سلام، مهدی نوبخت هستم از هنرامیز .com و با یه ویدیو دیگه در خدمت شما. تو این درس میخوایم بریم سراغ 3D کامپوزیتینگ یا ترکیب سه بعدی و ببینیم چطور از اون میتونیم استفاده بکنیم برای ساخت فضا یا محیط انیمیشن های دو بعدی خودمون در نرم افزارهایی مثل افتر افکت و حالا اشارهایی هم به انیمه استودیو خواهیم داشت. حالا قبل از اینکه بریم سراغ کار و اون رو به صورت عملی پیاده بکنیم، یه ویدیو اینجا برای شما نمایش میدم تا ببینید که مفهوم به چه صورت هستش. در گذشته انیمیشن ها به این صورت تولید میشد که این ورق های سلولوید رو داخل دستگاه قرار میدادن و به وسیله جابجا کردن بک‌گراند اینطور توهم ایجاد میکنن که کاراکتر در حال حرکت هستش. اما نکته‌ای که وجود داشت، ما فقط یه سطح تخت یا بک‌گراند تخت داشتیم و هیچ عمقی در اون وجود نداشت. شاید اگر این مثال اینجا رو ببینید شاید بیشتر مفهوم بشه. میبینید که اینجا وقتی دوربین به سمت جلو حرکت میکنه فقط اینطور به نظر میاد که داریم ما اون تصویر رو بزرگ میکنیم. همه چیز به یک اندازه بزرگ میشه. این قسمت که جلو هست به یک اندازه بزرگ میشه که اون ماه که در پشت هست و نباید بزرگ بشه بزرگ میشه. اگر بخوام یه مثال دیگه بزنم، شما زمانی که توی یه ماشین نشستین و در کنار یه جاده حرکت میکنین، میبینید که قسمت هایی که به شما نزدیکتر هستن حرکت بیشتری دارن نسبت به قسمت هایی که از شما دور هستن. اگر یه شی بسیار دور باشه مثل ماه یا خورشید، تقریبا اینطور به نظر میاد که ثابت هستش. به این افکت پارالکس گفته میشه که باعث میشه کار ما واقعی تر بشه و از حالت تخت خارج بشه. استفاده از یک بک‌گراند تخت مثل این باعث میشه که کار غیر واقعی بشه. برای رفع این مشکل اولین بار استودیو دیزنی و والت دیزنی دستگاهی رو تولید کردن به اسم مولتیپلن کامرا. همونطور که می‌بینید این دستگاه کاری که انجام میده این هستش که میاد و بر اساس، حالا اینجا کمی بیشتر در موردش توضیح میده، این تصویر رو به جای اینکه به صورت تخت در نظر بگیره میاد و اون رو المان هاشو جدا میکنه. قسمت هایی که به دوربین نزدیکتر است توی یه لایه، قسمت های بعدی و همین صورت با توجه به فاصله که از دوربین دارن اونها رو در پلن های مختلفی قرار میدن. به همین دلیل به اون مولتی پلن کامرا گفته میشه. میبینی که ماه که در این قسمت پشت قرار داره تقریبا ثابت باقی مونه. به این صورت بوده که برای جابجایی کردن اینها به جای اینکه دوربین رو جابجا کنن می آمدن و پلن ها رو جابجا میکردن تا اینطور به نظر بیاد که داره دوربین به سمت جلو حرکت میکنه و اون پلنی که در انتها بوده تقریبا اون رو ثابت نگه داشتن. در نتیجه به این صورت این توهم عمر رو ایجاد میکردن و لایه ها روی هم حرکت میکردن. حالا ما میخوایم همچین کار رو در محیط افتر افکت انجام بدیم. البته دیگه کار برای ما راحت تر هستش. با راحتی میتونیم بیایم و دوربین رو جابجا کنیم تا به نتیجه مورد نظر خودمون برسیم. بسیار خب، حالا میام سراغ کامپی که اینجا داریم. میام یک کامپ جدید ایجاد میکنم. ما اینجا طراحی خاصی نداریم، فقط میخوایم یک از المان هایی که اینجا داریم استفاده بکنیم و یک تصویر رو ایجاد بکنیم. یه تعداد اینجا المان وجود داره، میخوایم یه تصویر رو خیلی سریع ایجاد کنیم. بهتر استش که طراحی داشته باشیم و این طراحی ها رو به صورت لایه لایه روی هم قرار بدیم. حالا روش کار رو اینجا میبینیم. میام و اینجا تو این قسمت لایه ها رو میتونید تعداد تصویر PNG است که اینجا میتونید اونها رو ببینید. به عنوان نمونه تو این قسمت تری ما یک درختی داریم. به این صورت اینو داخل کامپ قرار میدم، اسکیل رو میزنم، کوچیکش میکنم به این صورت و این رو در این قسمت قرار میدم. حالا به این صورت که اینجا میبینید اینو در اینجا قرار میدم. میام از لایه های دیگه که دارم، لایه های گراندی که دارم و به صورت تصویر PNG است استفاده میکنم و اونا رو هم اینجا قرار میدم. میخوام یه تصویر رو ایجاد بکنم. چون طراحی خاص اینجا نداشتم، حالا به صورت خیلی سریع و با استفاده از ترکیب لایه هایی که داریم میام و این کار رو انجام میدم. بسیار خب، حالا برای این قسمت کافی هستش. بس ما یه قسمتی رو به این صورت اومدیم و ایجاد کردیم. حالا میخوام در جلوی اون یه تعدادی در واقع علف های هرز و گل و گیاه قرار بدم. برای این کار باز یه تعدادی دیگه تصویر دارم، میتونم بیام این رو در این قسمت قرار بدم. به این صورت اسکیل رو میزنم و کوچیکترش میکنم. این رو هم میتونم به این صورت جابجا کنم. بسیار خب، پس ما حالا به نتیجه به این صورت رسیدیم. میام سراغ بک‌گراندی که داریم یه تصویر آسمون خیلی معمولی است. اینو هم در پشت قرار میدم، در آخرین لایه قرار میدم به این صورت. میگه حالا بک‌گراند هم در پشت قرار گرفت. این قسمت‌های خالی رو هم میتونم بیام و از هم گراندها کپی بگیرم، یا در واقع اگر بیام سراغ قسمت‌های دیگه که دارم توی قسمت گراند میتونم بیام و از هر کدوم از اینها، از همین پلن‌های شبیه خود زیر درخت هم استفاده بکنم. اونها رو هم در اینجا قرار میدم. بسیار خب، برای بک‌گراند هم میتونم بیام و یه لایه دیگه اضافه بکنم. به عنوان نمونه میتونم بیام از این سنگ هایی که اینجا دارم، از همین سنگ استفاده میکنم و اون رو روی بک‌گراند در این پشت قرار میدم. خیلی سایزش بزرگ از کوچیکش میکنم به صورت محو در این قسمت. در واقع میخوام اینجا اون رو قرارش بدم به این صورت. خیلی خب، فضای به این صورت اومدیم و ایجاد کردیم. حالا اگه ما بخوایم روی اینها حرکت بکنیم، کار بسیار برای ما سخت هستش. همونطور که دیدیم ما اینجا دوربینی در حال حاضر نداریم که روی اونها حرکت کنیم، یا باید همه اونها رو انتخاب بکنیم و جابجاشون کنیم به این صورت تا بتونیم جابجایی داشته باشیم. یا اگر بخوایم دوربین رو جلو ببریم، باید بیایم و همه اینا رو اسکیل بکنیم به این صورت که ببینیم، بعد نتیجه چندان درستی نمیده به ما. در ابتدا قبل از اینکه بیایم و لایه ها رو به صورت سه‌بعدی در بیاریم، میتونیم بیایم و اونها رو به دستهای مختلف تقسیم کنیم. قسمت لایه هایی که در جلوی تصویر قرار دارن و به دوربین ما نزدیکتر هستن، به عنوان نمونه این لایه هایی که در جلو هستن، اینها رو میتونم بیام انتخاب بکنم این قسمت رو و کنترل شیفت سی رو بزنم و یک کامپ از روی اونها ایجاد کنم. اسم اونها رو قرار میدم فورگراند یا FG به این صورت. اوکی رو میزنم. قسمت میانی رو هم میتونم بیام انتخاب بکنم و همه اونها رو به این صورت انتخاب کنم و کنترل شیفت سی رو میزنم. اسم اون رو میذارم میدگراند یا قسمت میانی، میدجی قرار میدم به این صورت. حالا این کار مدیریت صحنه برای ما ساده تر میشه. این قسمت رو هم میتونم بیام این سنگ و در واقع قلعه رو هم به صورت بک‌گراند 01 قرار بدم، بیجی 01 بک‌گراند 01، و این رو هم میتونم بک‌گراند 02 یا اسکای قرار بدم. کنترل شیفت سی رو میزنم و اسم اون رو هم قرار میدم اسکای به این صورتی که می‌بینین، اون رو هم در پشت قرار میدم. بسیار خب، حالا چند تا لایه داریم که در واقع 4 تا لایه داریم که باز خود اونها از لایه‌های دیگه تشکیل شدن. همونطور گفتم شما میتونستید این فورگراند، میدگراند، بک‌گراند رو به صورت جدا کاملا طراحی بکنید در فتوشاپ یا هر نرم افزار طراحی، حتی اون رو بزرگتر و عریض‌تر طراحی بکنید و بعد وارد کنید، کار براتون ساده‌تر بود. حالا ما اینجا چون از المان‌ها می‌خواستیم استفاده کنیم، اومدیم و این کار رو انجام دادیم. بسیار خب، مرحله بعدی کار این هستش که بیایم و اونها رو به صورت سه‌بعدی در بیاریم به این صورت که اینجا می‌بینیم. حالا نوبت اضافه کردن یه دوربین هستش. میام و دوربین رو از اینجا اضافه می‌کنم. اون رو روی 35 میلیمتری قرار میدم تا کمی عریض‌تر باشه، لنز دوربین ما وایدتر باشه به این صورت. اتفاقی که اینجا در حال حاضر داریم به نظر میاد اتفاق خاصی نیفتاد. اگر حالا بیام سی رو بزنم و دوربین رو جابجا کنم، میبینید که اتفاق چندان خاصی در حال حاضر نیفتاده. و اگر حالا جلو هم برم، باز به نظر میاد که اومدیم و فقط روی تصویر رو بزرگ کردیم. برای اینکه حالت عمر رو ایجاد بکنیم یا توهم عمر رو ایجاد کنیم، باید بیام و این لایه ها رو جابجا کنم. میام و این یک ویو رو تبدیل میکنم به دو تا ویو، دو تا نمای کنار هم قرار میدم. این رو هم خاموش میکنم. حالا پلن هایی که ما داریم اینجا میبینید که کاملا روی هم قرار گرفتن. میام و اونها رو از هم جدا میکنم. بک‌گراند مربوط به آسمون رو کاملا دور میکنم، در دورترین نقطه ممکن قرار میدم به این صورتی که اینجا میبینید. اسکیل رو هم میتونم بزنم و اونو بزرگترش کنم. حالا چون دورتر قرار داره دیگه، ما میتونیم اون رو بزرگترش بکنیم. بک‌گراند صفیه که این قلعه و سنگ بود، اون رو جلوتر میبرم، در واقع کمی جلوتر از این قسمت اسکای قرار میدم. این رو بیشتر هم میتونم عقب ببرم چون در فاصله دورتری قرار داره. کمی هم بزرگترش میکنم به این صورت. حالا میام سراغ این لایه رو کمی اسکیل میکنم تا در محل مناسب خودش قرار بگیره. و لایه بعدی که داریم لایه میدگراند هست، یا این لایه میانی که داشتیم، اون رو در جای خودش حفظ میکنیم. و حالا لایه فورگراند رو هم به جلوتر میارم تا به دوربین نزدیکتر باشه به این صورتی که اینجا میبینین. این کار رو انجام میدم. بسیار خب، تا همین مقدار کافی هستش. این رو روی یک ویو قرار میدم. ویژگی که وجود داره این هستش که حالا ما به راحتی میتونیم بیایم و هر کدوم از اینها رو ادیت کنیم. به عنوان نمونه میتونم بیام فورگراند رو انتخاب بکنم، جابجاش بکنم و در واقع بیام داخل اون هر المانی میخوام به اون اضافه بکنم، کامپ رو بزرگتر بکنم. به عنوان نمونه میتونم بیام سراغ تنظیمات کامپ و اون رو عریض‌ترش بکنم، به این صورت فاصله بیشتری یا عرض بیشتری به اون بدم، ارتفاع بیشتری بدم. تمام اینها در اختیار ما هستش که به چه صورت عمل بکنیم. میتونیم اینها رو بزرگتر بکنیم به این صورت و اوکی رو حالا اینجا میزنم. به همین ترتیب برای بقیه اونها میتونیم این کار رو انجام بدیم. پس ما این امکان رو در حال حاضر داریم که بیایم و به این صورت عمل بکنیم. حالا این فورگراند رو میتونم کمی اسکیلش رو کوچیک‌تر کنم تا با این فضای ما مشترک بشه. برای میدگران میتونم بیام این رو هم دوباره کامپش رو بزرگتر کنم به این صورت که میبینید دوباره عرض اون رو بیشتر میکنم، عرض و ارتفاع رو میام و بزرگتر میکنم به این صورت تا فضای کار بیشتری داشته باشیم. اوکی رو میزنم. حالا میتونیم بیام حتی از اینها استفاده بکنیم و دوباره فضا رو تکمیل تر کنیم به این صورتی که میبینید. میتونیم از تمام این لایه‌ها با زدن کنترل دی بیایم و لایه های جدید ایجاد کنیم و این فضا رو کامل ترش کنیم. بسیار خب، پس به این صورت میتونیم عمل بکنیم. برای بک‌گراند هم دقیقاً به همین صورت هستش. ویژگی دیگه که کار کردن به این صورت داره این هستش که به راحتی میتونیم بیایم و افکت های رو اعمال کنیم. به عنوان نمونه در حال حاضر میتونم بیام و این قلعه که در پشت قرار داره بک‌گراند سفید رو بیام و بیشتر با آسمون ترکیب بکنم، در واقع تاثیر اتمسفر یا جو رو روی اون ایجاد بکنم. برای این کار میتونم بیام از کرو استفاده بکنم، میتونم بیام از کرو استفاده کنم یا حتی میتونم بیام از رمپ استفاده کنم. گرادیان رمپ رو روی اون اعمال میکنم به این صورت، رنگ اون رو از اطرافش میگیرم به این صورت، قسمت مرکزی آبی روشنتر، در واقع قسمت دورتر آبی تیره تر به این صورت میتونیم عمل بکنیم. کمی رو روشنتر هم میتونم بکنم. گرادیانت رو محلش رو تغییر بدم، نوعش رو روی رادیال قرار بدم. دیگه با این پارامترها قبلا هم آشنا شدیم. به این صورت میتونم این کار رو انجام بدم. حالا بیام و از بلند استفاده بکنم و اون رو با تصویر اصلی ترکیب کنم به این صورتی که میبینیم. حالا به نظر میاد که تاثیر اتمسفر رو بیشتر میتونیم روی اون داشته باشیم. همچنین برای فورگراند میتونیم بیام همین کار رو انجام بدیم. فورگراند میبینیم رنگش با این قسمت میدگراند متفاوت است، با اون قسمت میانه متفاوت است. میتونیم بیایم و از کرو استفاده کنیم. یک کرو رو در این قسمت قرار میدم، کرو رو میام روی میدگراند قرار میدم. کمی لازم است سبز اون رو کم بکنیم. قسمت سبز رو اگر کم بکنم، البته روی فورگراند باید قرار میدم، میام کرو رو روی فورگراند این قسمت جلو قرار میدم به این صورت. حالا کمی میام سراغ قسمت سبز و سبز رو کمتر میکنم تا این رنگ ها با قسمت میانی مشتر بشه. میتونم اسکیل رو هم بیشتر کم بکنم به این صورتی که میبینیم و تصویری به این صورت داشته باشم، یا حالا هر اندازه و سایزی که مد نظر هست میتونم اون رو قرار بدم. امکان دیگه هم وجود داره، میتونیم بیایم بلور رو استفاده بکنیم. اگر بلور رو در اینجا قرار بدم، میتونم بیام و یک از این بلورها رو در این قسمت قرار بدم و با اضافه کردن بلور حالا میتونم بیام و این قسمت رو کمی حالت بلورتر بهش بدم، اینطور به نظر بیاد که خارج از محدوده فوکوس دوربین هستش. یا همچنین قسمت پشت رو میتونم بیام و این کارو بکنم. البته از زمانی که ما اینا رو به صورت سه‌بعدی کار میکنیم، لایه ها رو میتونیم بیام سراغ دوربین و دوبار ای رو اگر بزنم، حالا میتونیم دپس آف فیلد یا عمق میدان رو فعال کنیم. با این کار و با اضافه کردن آپرچر همونطور که می‌بینید ما میتونیم بیایم و عمق میدان رو ایجاد کنیم. اگر دوباره این رو حالت دو ویو قرار بدم، پلن مربوط به محدوده فوکوس دوربین دیده میشه. می‌بینید که این پلن رو حالا میتونیم این رو در روی میدگراند قرار بدیم، این لایه وسطی که داریم. اگر روی اون قرار بدیم، حالا سایر لایه‌ها حالت فوکوس در واقع خارج از فوکوس پیدا میکنه به این صورت که اینجا دیده میشه. اگر روی فول قرار بدم بهتر دیده میشه. این قسمت کاملا فوکوس هست، قسمت مرکزی، و اینها خارج از فوکوس. میتونیم این مقدار بلور لول رو هم افزایش بدیم به این صورت 300 درصدش میکنم تا سه برابر بشه تا کاملا این دیده بشه. حالا این قسمت کاملا در فوکوس دوربین هست و اینها خارج از فوکوس، قسمت پشت و قسمت جلو کاملا خارج از فوکوس هست. حالا اگر بیام و دوربین رو جابجا بکنم میبینید که به راحتی میتونیم اثر پارالکس رو یا روی هم افتادن لایه ها رو ببینیم. حالا من اینو خاموش میکنم تا بهتر دیده بشه. میبینید که قسمت جلو داره جابجایی بیشتری داره، همونطور که اینجا دیده میشه. قسمت مرکزی این قسمت میدگران جابجاییش کمتره و بکگران یا آسمون تقریبا حرکت خیلی کمی داره و تمام این لایه ها دارن روی هم حرکت میکنن. اگر دوربین رو به عنوان اونو بخوام به جلو ببرم میبینی که حالا به راحتی میتونم بیام و این کار رو انجام بدم و این از روی لایه ها رد میشه و دیگه اون حالت تخ رو نداره. تو این قسمت هایی که میبینید به این صورت هست، باید بیایم و تنظیم انجام بدیم تا دقیقاً در محل خودشون اینها قرار میگیرن، در واقع قرار بگیرن. اس رو بزنم، کمی اسکلش میکنم دیگه. هر زمانی امکان برای ما وجود داره بیایم و المان اضافه بکنیم و بک‌گراند خودمون رو یا المانهای خودمون رو تغییر بدیم تا به اون نتیجه مورد نظر خودمون برسیم. به عنوانمون اینجا میتونم بیام و این رو هم اینجا قرار بدم، به این صورت این رو در این قسمت قرار بدم. حالا میبینید که در فاینال ما این هم قرار میگیره و به راحتی میتونیم بیایم لایه اضافه بکنیم و به یک بک‌گراند بسیار زیبا برسیم. حتی امکان وجود داره که بیام به عنوان نمونه میدگراند رو کپی بگیرم، کنترل دی رو میزنم و این رو در کنار میدگراند قبلی به این صورت میتونم بیام و از همین لایه هم استفاده بکنم. حالا فورگراند رو هم میتونم بیام همین کار رو انجام بدم. فورگراند رو هم کپی میگیرم، اون رو هم جابجا میکنم به این صورت در کنار و به راحتی میبینی که حالا با پن دوربین به راحتی میتونیم حرکت داشته باشیم و این لایه‌ها کاملا روی هم حرکت میکنن و اثر بسیار زیبایی رو برای ما ایجاد میکنن. برای اسکای هم میتونیم همین کار رو انجام بدیم، کپی بگیریم و اونها رو در کنار هم قرار بدیم. همین که پس به چه سرعت میتونیم این اثر بسیار زیبا رو ایجاد بکنیم و کیفیت کار خودمون رو افزایش بدیم به این صورتی که اینجا میبینیم به نتیجه بسیار عالی میرسه. بسیار خب، تا حدودی با مفهوم آشنا شده. اگر سایه داشتیم میتونید در انجمن سایت هنرامیز مطرح کنید. برای موهو یا انیمه استودیو هم به همین صورت هستش. لازمه بیایم لایه های تصویر رو اضافه بکنیم. مثلا این لایه میتونه لایه بک‌گراند باشه. اگر این دکمه رو بزنم میبینید که لایه ها به این صورت در محیط موهو قرار میگیره. میتونم لایه بعدی رو هم روی اون قرار بدم. در واقع لایه بعدی هم تصویر هست، میتونم بیام و تصویر رو اضافه بکنم. حالا این درخت رو اینجا قرار میدم و راحت میتونم اینها رو جابجا بکنم. اگر این لایه رو انتخاب بکنم و بیام سراغ ترانسفورم، اینی که اینجا داره مقدار زد هست که میتونم اون رو به جلو بیارم و به عقب ببرم. حالا اگر برگردم تو حالت نمای دوربین، در واقع ریست ویو رو بزنم، اینی که به این صورت به راحتی ما حالا اثر پارالکس رو اینجا هم داریم و میتونیم بیایم و از پن دوربین استفاده کنیم و اینها همونطور که می‌بینید لایه ها دارن روی هم حرکت میکنن. حالا دیگه اینجا من زیاد وارد جزئیات نمیشم، اما اینجا هم دقیقاً به همین صورت هستش و لایه ها رو میتونیم در عمق جابجا کنیم و در محیط انیمه استودیو البته این کار سریعتر هم انجام میشه. بسیار خب، امیدوارم مطالب این جلسه برای شما مفید بوده باشه. اگر سوالی داشتید در انجمن سایت هنرامیز یا گروه پرسش و پاسخ تلگرام هنرامیز مطرح کنید. تا جلسه بعد، خدا نگهدار.